دوستای عزیز سلام، بازم نوبت نشر برنامه قصه های زندگی رسیده. خو اول ایرا بگوین کدام وقت با کدام خطر مواجه شدین؟ اگه بله باز تو خود نجات دادین. قصه امروزی ما هم دامی بار است، پس بیاین که به قصه بشک بیدان گوش بتیم. اوف که چطور خسته شدیم. خو خیر که تیرا دیگه که ما پیاله چای ده اینی سایه چارمغز بشینم، باز خستگی پشت رایش میره بخیره. سلام بابا نور. وعلیکم سلام مینا، بخیر آمدی. بخیر باشی، چرا ناوقت آمدی بابا نور؟ پرسان نکن مینا که گفتنی زیاد است. خو نگفتی که تو چی وقت آمدی؟ ما وقت آمده بودم و ده ایچنار باختگر ششته بودم که تو بیایی، مگم دیر آمدی. پرسان شاپور به کلینیک رفته بودم مینا، اگه نه وقت می آمدم. شاپور چیه سوره چی شده؟ شاپور بچگه که امسایه ماست که در کلینیک اولسوالی بستر شده. ما که فکر میکنم سرو بیچاره پسه پشک بیدم آمده. پشک بیدم؟ حالا زیچی قصیشا بگو بابا نور. سعیست مینا، خیباش که اول رادیو را خاموش کنم باز برات میگم. بابا نور مدل چی هست که حالا زیچی بگو قصره بگو؟ خو مینا، اینا لدگه سعی گوشک تا بگی. در یک قریه سرسر دو تا پشکای ابلق و زرد با هم در یک چار دیوالی خرابه زندگی میکدن. یک روز پشک زرد بیرون از امو چار دیوالی خرابه زار زار گریان داشت. سلام پشک زرد، چی شده؟ تو چرا گریان داری؟ پرسانه که پشک ابلغ کمره که پشک زر، تو بگو که کمره تا چی شده که تو کتی زبانت لسیده رو استی؟ ابلغ که برو مره بال خودم با که بیکی وچیت به خراب سر که پشک زر، ما به تو خیلی جای زندگی میکنیم و دوست هم هستیم. اگه با ما نگویی باز با کی میگی که کمکت کنم؟ حالا دیگه آفرین، بگو که کمره تا چی شده؟ ابلغ که تو به وقت نخواه بدیو فایستای کنم خانه برام منم که خوردنی پیدا کنم. خوب کار کردی دیگه، باز چی شد؟ کل اولیه و کل جوه را گشتو که این چیز با خوردن بیافم، مگم به جوی خوردنی چند دانه جورو خوردم. ویی تو چی گفته میری پشک زد؟ کسی هم جورو را خورده که تو بخوری؟ داشت خانه اگولی تر آمدم و چند دانه سخان پیدا کردم. میخواستم که دگریزه که یک دم دگیر صاحب خوانه افتادم. آلا تو بگو باز چی شد پشک زد؟ اونه صاحب خوانه آجل جلو را گرفته و چهر نانه در کمر زد. ما هم استخوانه را انداخته و خدا به بسیار مشکل به اینجا رسانده. سایر ابلغ تک یکون کور کک زود جور جام. سعیس پشک زد، من خو کمکت نیکنم، مگم یک شرطم دارم. ویش بابا نور، باز ابلغک پشک زرد کمک کرد یا نه؟ مینا، ابلغک پشک زرد کمک کرد و به داخل چار دیوالی خرابه بود. مگم ماتیلی بود که پشک زرد شرط او را قبول میکنه یا نه؟ بابا نور، ای ابلغک چی شرط داره؟ دیگه چی درد سر به تومت مینا؟ همی سوال خود پشکک زرد هم از ابلغک پرسید. چی؟ شر؟ حالا پشک ابلغ بگو که چه قسم شر داری؟ پشک زرد، میفهمی که از دیروز پتر ای چیز نخوردیم و بسیار گشنام هستم. یعنی شر تپی هست، تو که خوردنی برگ نتم امرام کمک نمی کنی، اما تو نه پشک زرد، میفهم که تو هم چیز بخوردن نداری. چی شر داری؟ های پشک زرد، همی که نام استخانه گرفتی نزدیک بود بیو شوام، ایتو پشتش دق شده ایم که ایت نگو. سایکو چطور دانو مال گرفته؟ ابلغک ایش ده فکری استخان نباش که ده جنجال مفتی مثل ما واره. خلقه پشک زرد، شرط ما خامی است، ده صورت هم روید کمک میکنم که مره ده موش پس خانه ببری. چی؟ تو چی گفته میری ابلغک؟ از ما پان نمیگیری؟ یا که از جان سیر شدی چطور؟ وای چطور دلم از دست گشنگی قرقر میکنه.
تو کارت نباشه پشک زد. اگه میخوای که کمرت تجور کنم باید مرا به مواش پس خانه ببری و از بشنگی نجات بیتی. اوه فابلا کن اونجا بسیار خطر دارن. اگه سای باولی اونجا باشه و گیرت کنه باز چی خود کریه؟ خیره ایج گپه نمیشه تا حال خوصای باولی در اون مواش پس خانه نمیباشه. خود دیگه اخی کشال هستی امرایت میرم. حالا دیگه کمرم بسیار بسیار اوگاه شده. ای نه امیال که تینتکه بستش میکنم باز بخیر میرم. ای نه تو باشتو که خوب سری بستش کنم سر زخمتم بسته کنم. ای نه تو باش که یک گره دکام کنم که تو کلانه در کمرم بسته کری ابلغ کرد. خیره جور کشیدی باز اوزش کن. حالا دیگه بخیز که بریم بخیر. ای نه ابلغ کرد من سیگاش پس خونه خوره سیده فکرت باشه که کس نبینه ما فو میدی؟ خیره بیغم جا هیچ کس معلوم نمیشه. حالو ها بقید خدا پت بکر سگ آمه داری لالالالا خدا پت بکر زود کن. آلا بابا نور سکس پشکار خو خود خور ما اینا پشک زد که پیش از وام دولی اوگار شده بود با دیدن سگ بسیار ترسید. مگم پشک ابلغ پوره دلداری میداد و میگفت که زیاد نترسه چیز نمیشه. خب تو بگو که باش چی شد؟ دیگه چی درد سر بتومت ماینا. هر دو پشک ها پت شده بودن و سگام لحظه به لحظه نزدیکشان میشد. ابلغ زد من میگفت باید پیش از رسیدن سگ بگریدم فهمیدی یا نه؟ می پشک زد از جای می تکان نمیخوری می گفم نمیشه خود تو زیاد نترس. چطور نترسم؟ اگه ببینیم و اگه ری گفتیم باز چی خواد کردیم؟ اوه فایسته ما میترسم خب اندازه تو نه از ما میشنوی آرام باش و از جای تکان نخوا. یه ابلغ تکان خرد اگه ری سنگ مفته سیکو چطور زمین بیبی کدر ایسته؟ پشک زن ما باور دارم اگه پشت این بوتای جارو و جواری پت شویم سگ ما را نخواد دی. ما بسیار میترسم سگ بسیار ظالمه اگر دگیری بفتیم تکه تکه ما میکنه فهمیدی یا نه؟ ما میفهمم خب همی خاطر میگم که اگر خدا کنترول نکنیم و بگریزیم دگیریش مفته. فون خونه دیک شده رای چطور کنیم آله؟ شش من میفهم که چی کنیم کم صبر داشته باش خون خوزایی که سگم کنم چیزا بود کنم میرم همونجا استاد شده. ابلغ تک اگر دگیری زی سگ کتنی کمارا و گوارم بفتم باز کتت نفهمم. تو دیگه چقدر پر گفته میری باشه می خطر رفشه و خانه بریم دیگه هیچ که تو جایی نمیره. ابلغ که سای خونه زیگ شده رایز من میگم بیا که بگریزیم از اینجا. گوش کنی که اشتباه رو نکنی پشک بزر میبینی که دیواره اولی بسیار بلند است و گریسته نمیتونه. نه از اونی زیر دیوار یک جوی تیر شده از سراخ جوی میگریزم. اوف تو چقدر شق میکنی دیگه سگ خود حال ما را ندیده. خیره برات عذر میکنم نه تیز که پشیمان میشی. نه ما تو گریستم خانم اکتا آلا بابا نور چیخ پشک زرد خوب بلند شد. آم اینو پشک زرد که گریخت یک دفعه داخل جوی در گیر سگ افتاد و سگام دومش کند. مگم خود پشک زرد اما تو چیغ زده از اونجا گریخت و نجات یافت. ویش پشکه که بیچاره تو دومش کنده شد. آم اینا اونه بعد از اینکه سگ دوم پشک زرد کند از اونجا دور شد و در سایه یک درخت خو شد. خو آم اینا اونه پشک ابلغ که در قاط بوتای جارو جواری پت شده بود آیسته آیسته پس به خانگه کشان رفت. خودگه چی در سر بتومد وقتی رسید دید که وضع پشک زرد بسیار خراب است. حالا آدم بکرم وای مردم خدای جان چه تا قد کدم وای های پشک زرد تو باشی اگه فهمید دوم تا کردی تکه بسته کنم باز که تا دب میزنم. وای خدا جان تو باش ای نه خلاص شد زیاد گریان نکده که خوب میشی. ای ای سگ ظالم تو مرا از نیست دم مکان دو مرا دوب کتا سا حالا دم بد کجا کنم خدا جان.
خود اگه برای چی بگویا؟ گناه خودت دست بشه که زد چطور گناه خودم از ابلقک؟ اگه نمیگریخت تو سگیرش مفتادم حالا خواهد گیر سگ خلاص شده مگم دو وقت اوش سگ طرف صاحبش بود که برش نام برده مگم تو نا قجل نکدی و بگف ما نکدی چطور بگف نکدم؟ هرچی مطل شده سگ یک جور نمیشد خیچی رو مرا گیر نکده دونو مرا نکد ها؟ ما خواهی چیزا میفهمیدم که برات میگفتم جای نرو از جای تکان نخو خیچی تو میکدم ما خو بسیار ترسیده بودم ای دنبه که ما کلم مهم امیده میگم که دارت شرایط خطرناک کلگی میترسه خب باید کوشش کنیم که دوست پاچه نشیم و خدا به دسته دگی نتیم او نه اگه تو هم بگه پا ما میکدی حال دومت کنده نمیشد بیچاره پشکه که زد دلم بسیار برش سوخت آم اینا دل مام برش سوخت بابا نور بسیار قصه خوبش بود مام رسته یک قصه را به دیگه مینا ها میگم برو خدا یارت میناگه که نول زرده که من مام میرم که به هفته آینده کدام قصه خوبش پیدا کنم خدا حافظ بابا دوستای عزیز، این قصه را که شنیدین عبدالله فضلی در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و جور کرده بود. جهان